پشمام آجی چرا اینجا من میترسم بریم؟ این چرا ملو میره؟ شبا برقه گل کتو کسا که گروشنی طرف داره فیلمشو میگیره از رو برو یهی چه گوی داری میخوری؟ فقط یه طرفه نیست اینا هم میزنن. سلام رفقای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید. خب رفقا، دلم خیلی براتون تنگ شده بود، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. شرمنده این نزدیک به 12 روز نبودم، نتونستم یعنی براتون ویدیو بذارم، اتفاق عجیب غریب برام افتاد. کسایی که اومدن ویدیو رو ببینن میتونید یه 5 دقیقه ویدیو رو بزنید جلو، ویدیوهای امروز رو ببینید. ویدیوهای امروز خیلی خفنن، واقعا ارزش دیدن رو دارن. فقط داستان از این قرار بود که همه ماها خیلی اوقات فکر میکنیم که اتفاق همیشه برای همسایه میفته. من توی این چند روزه واقعا داشتم فکر میکردم که چجوری براتون تعریف کنم چه اتفاقی برام افتاد. یعنی اتفاقایی که فکر میکردم هیچ موقع برای من نمیفته و اصلا همیشه برای دیگران میدونستم، کامل برای من اتفاق افتاد. دقیقا 2 شب بعد از اینکه من جستجوی آخر رو رفتم، تنها رفتم، چهارشنبه شب من اون جستجوی آخر رو رفتم که توش یه حرکت اشتباهی انجام دادم، خودم هم میدونستم و اون حرکت اشتباه نبود، نمیتونستم اون کار رو انجام بدم. یه قربونی بردم وسط یه بیابون، وسط جایی که مطمئن بودم که موجودات ماورایی هستن، اجنه هستن و دارن نگاه میکنن. یه حالت این که بدقولی کنم بهشون احضار کردم، یه سری دعا به خودم برده بودم. یه کار خیلی سنگین و عجیب غریبی انجام دادم که بعدش وقتی با چند تا استاد این کاره، نه استاد الکی، تو این 4 سالی که دارم کار میکنم با کلن شاید 2 تا 3 تا استاد درست حسابی پیدا کردم، اونم 2 تا دونشون واقعا این کارن، یکیشون ترکه، صحبت که کردم یعنی بهم گفتن خدا بهت رحم کرد، یعنی جونت خیلی راحت آدم و جونشون از دست میده. اینا من اول بگم، من 3 روز توی آی سی بودم. خواهرم که الان خب یوتیوب داره و واسه خوش کار میکنه بالا سرم بود، ازم عکس و فیلم گرفت، حالا اینجا یه چند تا عکسشو میذارم براتون. بعد از اینکه اون جستجو رفتم، دقیقا 2 شب بعدش، خودتون برین جستجو رو ببینید متوجه میشید چی کار کردم. یه بدقولی کردم، یه کاری بد میکردم، اون کار انجام ندادم، یا اصلا نمیشد تو دوربین اون کار انجام داده تو یوتیوب گذاشت. تو فکرم افتاد که بعدش اون کار انجام بدم، یعنی قربونی رو بدم، ولی خب دلم سوخت، واقعا نتونستم، تو توان من نبود که بخوام سر یه موجودی رو ببرم، اصلا نمیتونم این کار رو بکنم، واقعا کار من نیست بخوام حتی سر یه خروس، سر یه مرغ یه چیزی رو ببرم، من نمیتونم. اونجا هم تنها بودم، کسی نبود که برام انجامش بده، یا مثلا بعد فیلم برداری اون کار انجام بدیم و بریم اونجا، نه، خروس رو بردم پیش یکی از رفیقام که باغ داشت، مرغ داشت، فلان داشت، مرغ خروس داشت، اونو گذاشتم اونجا. اتفاقا بهش گفتم که حواست باشه این خروسه اینجا چیزیش نشه، من یه جور جونشو نجات دادم، ولی کامل اشتباه فکر میکردم. بعدش که با یه استاد صحبت کردم، حیف که اجازه نمیده حرفاشو ضبط کنم، وگرنه حرفاشو ضبط میکردم براتون میذاشتم. تک تک جاهایی که نزدیک به مرگ بودم و برام کامل توضیح داد. 2 شب بعد از این که من اون جستجو رو رفتم، دقیقا ساعتی که من اون کار انجام دادن، همون ساعت 2 شب یهو شکمم شروع کرد به درد گرفتن شدید. رفتم بیمارستان، فهمیدم که آپاندیسم 1 قدم مونده به ترکه. 1 قدم، یعنی دکتر میگفت 2 ساعت 1 ساعت دیرتر میومدی آپاندیست میترکید. تنها شانسی که آوردم مامانم مجبورم کرد، یه درد عجیب غریبی داشتم، خب باورم نمیشد واقعا این همچین دردی منو گرفت. چند روز بعدش هم اتفاقا یه عمل جراحی دیگه داشتم که اون عمل کلن کنسل شد، رفتم دکتر، عمل انجام دادم، به خاطر شرایطم و اینا نزدیک 3 روز توی، یعنی 2 روز و نصفی توی آی سی یو بودم. بعدش اومدم تو بخش که شب 3 مرخص شدم، خدا رو شکر. یه اتفاق خوبی که برام افتاد این که کلن سیگار رو ترک کردم، خدا رو شکر، به خاطر عمل دیگه کلن
سیگار که نتوسم بکشم دیگه، بعدش هم نمیدونم کسایی که عمل جراحی کردن میدونن بعدش کلا سیگار متنفر میشی و این تصمیمو گرفتم که کلا دیگه سیگار نکشم. این اتفاقی بود که برای من افتاد، الان حالم بهتره، با اینکه هنوز اونقدر خوب نشدم ولی دیگه پشت سر هم براتون ویدیو میذارم ایشالله، اگه هر دفعه میگم یه داستانی میشه برام، ولی خب سعی میکنم براتون ویدیو بذارم اگه حالم بهتر شه، جستجو هم بازم براتون میرم. دمتون گرم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، من یه کاری میخواستم بکنم، تو این چند روزه توی ذهنم بود، برای اینکه برسیم به 100,000 تایی و بتونیم لوحو بگیریم، یه میخوام یه قرعه کشی بذارم توی کانال که تا الان توی این کانال هیچ وقت سابقه نداشته و بعدش هم فیششو توی تلگرام، توی اینستاگرام، هم توی یوتیوب میذارم. میخوام یه مقدار از درآمدی که این ماه دارم یا حالا ماه بعد دارم برای این کار اختصاص بدم. 20 نفر، نفر 1,000,000 توی این قرعه کشی میذارم. کسایی که ببینید الان یه اپلیکیشن های اومده، قبلا نمیشد این کاری کرد، سابسکرایب، کسایی که سابسکرایب میکنن و میشه دید، یعنی شما وقتی کامنت میذاری اگه سابسکرایب کرده باشی من متوجه میشم، بغل اسمت میزنه، اگه سابسکرایب نکرده باشی هم متوجه میشم. جالب اینه که کسایی که همیشه انتقاد میکنن یا حالا فوش میدن چیز میکنن، هیچ کدوم سابسکرایب نکردن. شرایطش اینه که کانال رو سابسکرایب داشته باشید، یه کامنت بذارید و زیر کامنتتون یکی از دوستاتون بیاد ریپلای کنه، یعنی کانال رو به یک نفر معرفی کنید. این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و فقط یه کامنت بذارین و زیرش یکی از دوستاتون ریپلای کنه. این کارو خواستم بکنم که یه محرکی بشه برسیم به 100,000 تایی شدن. دمتون گرم، میدونم چیز کمیه، کم ارزشه، ولی خب گفتم یه کاری برای کانال انجام بدم که کسایی که تازه اومدن یه انگیزه کوچیکی داشته باشن. این سراغ ویدیوهای امروز، یکی از یکی خفن‌ترن، تا آخرش با من باشید. خب رفقا، ویدیو شماره 1، یه دختر از چند روز پیش توی اندرزگو همچین فیلمیو گرفتن، انگار جن زده شده، نگاه کنید. ویدیو امروز هم طولانی تره، هم چیزای بمب میگذاشتم، نگاه کنید. چرا ملو میره؟ حالا شاید بسه خودنماییه، نمیدونم چرا اینجوریه. آیستاد من هنوز جای عملم درد میکنه، نمیتونم زیاد تکون بخورم. خانم اوکی؟ زرده کش مکن ناکنی چجور را میره؟ خانم اصلا اون برای نگام صورتش اصلا خانم چرا اینجوریه؟ خانم خیلی ترسه، اینجا یه اکیپ افغانستانی هن، نمیدونم تو دل کوه هن، نها کنی. دقیقا اون اتفاقی که برای من افتاد، صدای عروسی و صدای بگو بخند از تو دل کوه میاد. سنگ هم میاد، نکنید چند تا افغانستان از کارشو اینی گار دارن بار میبرن. دل کوه خطرناک شدم، میرم میای جانم اخیز نرو چوبا برقا گل کتو کسا که گلو شنید چوبا پخ برقا اینجا دیگه خود جنسه، خود جاه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله رسول الله، الله اکبر. تکبیر چه نمی کنه؟ زیاد چه بره بچه ها سنگ نزنه، ما با شما کار نداریم. اینا نه جستجوگرن، نه میبینید بیل و کلنگ و این چیزا دستشونه، دارن بار میبرن انگار کوله. صدای هل هل اومد. ور خطا نکنه، ور خطا بر خطا گل کو
اون اون رشاد بشد یه اطلاع رسانی بشه. سعی میکنم توی ویدیوهام اینجور ویدیوهایی که میبینم بذارم بقیه هم ببینن و حواسشون جمع باشه. کودک آزاریه توی تهران، یه بادی طوفانی اومد زد ماواره رو انداخت و شیشه میشاره شکون. این طرف نصاب ماواره است، اومده توی خونه که ماواره رو درست کنه، از این قراره که بچه رو برده بالا. این همسایه رو بریم این پدر مادر ناکن طرف داره فیلمش رو میگیره از روبرون. هی چه گویی داری میخوری؟ برومی دو ساعته دارم فیلم به تو میگیرم. اون بچه کیه؟ که آقا برو اون بچه مال شما؟ بلانجا خونه ما، این ماهواره ما رو نشکنه. خانم خونه است، در رو برات باز بکنم. مرده میگه برو خونه، خانمم خونه است، در رو برات وام میکنه. تو دیگه چه مردی هستی واقعا؟ داد و بیداد کردم نکنه. مادر بچه از تو بالکن اومد بیرون و بهش گفتم اونو خوش خانم این بچه شما دوباره گفتم این داره کودک آزاری میشه اون بالا. یه خودش رسون بالا و بچه رو برد پایین و پدرش هم یه گوشمالی به این آقا داد و دمش گرم. 110 سرده اومد و بردنش آگاهی. چیکار میدونی؟ هیچ کار خاصی باشه نمیکنن که، میره دو روز تو در میاد. واقعا متاسفم برای خودم که تو این جامعه دارم زندگی میکنم. ممنونم از شما که کودک ها رو نکنی چیجوری دارن نگاه میکنم. ایشالله که ریشه اینه کنده بشه. ویدیو بعدی رفقا توی یه موبایل فروشیه، اینو یکی از بچه ها برام فرستاده. نگاه کنید یه چیز عجیب غریبی هو میاد توی تصویر و میره، میاد و غیب میشه. میگه اون فیلمش هم هست، داره از پشت تلفن بهش میگه این دوربینه داره میبینه. میگه میام موقعی که اونجا رو بگردم این غیب میشه. یه الان میام این دیگه دوری مدار بسته تو ایرانه قشنگ. این اومد بیرون. بکنید خب واسه یه مغازه‌ای که تاله همچین اتفاقی برای شاید چیز کوچیکی باشه تو این کانال، ولی خب برای یه مغازه‌ای که همچین چیزی رو تاله ندیده عجیب غریبه، ولی خب واقعی بودنش 100%. کیک نیست، واقعیه. ویدیو بعدی طرف نمیدونم گربشه یا یه لباس افتاده رو زمین، با دوربین زوم میکنه روش، ناکنه چی میفته. دو تا چشم میاد بیرون، یک صدام ثانیه یه چهره نشون میده. اون چهره رو ناکنید، نمیدونم این سگ گربه است انقدر سیاهه. دیدید این فیلتر نیست، ناکنی فیلتر رو بعد حتما رو صورت انسان بندازی، یا بعد چیزی مثل صورت اونجا باشه رو که روش فیلتر بندازه. توی کامنت ها اومده بود که فیلتر و فلان، این گفته بود نه من فیلتری نذاشتم روش. دیدید این فیلتره، اگه باشه چیزی تو تاریکی نشون میده. صورت رو ببینید، این به احتمال زیاد صورت یه روحه. نی با چشم عادی دیده نمیشه. بسم الله. چشاش چرا میره رو هوا؟ ویدیو بعدی توی قبرستونه، یه سبت خیلی خفن و خوشگل کرده این یارو تو قبرستون. 100% دیگه اصلا جای خوبی نیست واسه این کار. مثلا جستجو میبینم یاد درد و بیمارستان این چیزا میافتم. دیدید فاک، این دیگه خیلی واقعی بود. یه سایه رد شد رفت توی سبززار. چیه
بوش بهش میگن. بوش جورج بوش. دیدی؟ وای پریک زد، پرید. این دیگه خود جنسه. اتفاقی که برای من افتاد، یه چیزیش که برام خیلی عجیب بود، این که همون ساعتی که من رفته بودم جستجو و داشتم اونجا احضار می‌زدم، همون ساعت منو درد گرفت. شاید مثلا بگید درد معمولا شبا میاد سراغ آدم، ولی همون ساعت شکم من دقیقا درد گرفت، نه یه صد این مرتن نه یه صد اون مرتن. مجبور شدم برم بیمارستان. یعنی این داستان ماورا و این چیزا شوخی نداره. شاید منم یه خورده شل گرفته بودم اول، ولی فهمیدم داستان چه خبره. کسایی که میگن جن ما رو زده، یه هفته خوابیدیم یه ما خوابیدیم، درست میگن. داره توی چیزا رو میگرده، نکنید. پرید توی نیکی قبل. دیگه از این واضح تر این خیلی نمیشون. خیلی هم همون روز بهم گفتن که بدقولی نباید میکردی، باید اون کار رو انجام میدادی، قربونی رو میدادی. کل خربازی در بردم دیگه، نباید میکردم اینجوری. ناکنید این یه ترکه رفته بغل یه قلعه، که تو ترکیه هم ماشاءالله زیاده. توی جستجوی قدیم هم من خیلی توی اینجور جا رفتم، توی کاپادوکیا. از توی قلعه صدای بحث و گفتگوی زن میشنوه، انگار چند تا زنی که دارم اونجا. تام نت گلیه بردن چنده. نمیدی؟ دارن عربی با هم فرم سرم یه رفت. اوی صدا خنده میام. میبینید دارن جیغ و ویغ میکنن، با هم دارن دعوا میکنن، انگار دعوا گرفتن ما. یا بسم الله. همم ویدیو بعدی، طرف رفته بوده سگشو بگردونه، یهو یه ساختمون خرابه میبینه، ازش فیلم میگیره. سگم ناکنید مستقیم داره به اون سمت واق میزنه. این به نظر میاد واقعی باشه. اینقدر این پسر گفته واقعی کیکه، حال ما رو بد کرده. ناکنید ببینید، خیلی هستن میرن یه جا رو میگیرن، یه خونه رو میخرن برای اینکه توش حفاری کنن. این خونه هم دقیقا هم نگاه کنید چقدر کندن رفتن پایین. اینجوری میگردن دنبال گنج، اشتیاقش اینجوریه. تونل تو تونل انگار غزه است. ناکنه اینجا دوربین میفرستن داخل، ببینید داخل زمین رو چقدر کندن. اینجا یه تیکه رفتن، دوباره رفتن پایین، قشنگ سنگ چیدن. این کار حرفه‌ایه، آدمش رو میخواد. چه الکی نیست یه بیل ببری اجاره بکنی، هر لحظه امکان داره بیاد رو سرت. همچنان میگفت ادامه بدید. ویدیوی بعدی رفقا، این ویدیو صدای یه سرباز اسرائیلی خیلی الان توی شبکه‌های مجازی داره پخش میشه که اسرائیلی‌ها میگن ما با آدم انگار نمی‌جنگیم، داریم با ارواح می‌جنگیم، یعنی نمی‌بینیم از کجا داریم می‌خوریم. اینجا نشون میده یه شنود کردن، یه سرباز اسرائیلی داره میگه که ما داریم با ارواح می‌جنگیم. ناکنید زیرنویسشو بخونید. خیلی پیچیده توی فضای مجازی
که اینا انگار روحن. ما همه جا رو میگه ترکوندیم با بمب و فلان، اینا ترکوندی بازم ما رو میزنن. فقط یه طرفه نیست، اینا هم میزنن. میگه ما حتی با نیروی دریایی و هوایی اینا بازم نمیتونیم شکستشون بدیم. واقعا هم اونا هیچی نره، میگه ما تانک و فلان اینا بازم ما رو میزنن. یه آروم باش فلان، یه قاطی میکنه براش، یه با نگو آروم باش، تو نمیبینی اینجا چه خبره. انگار یه چند نفر بکنم یه خبرنگار پشتان رفتن دم مرز که برن توی غزه فیلم بگیرن همچین اتفاق براشون افتاد. یه ماشین رو زن، قشنگ داره ماشینشونو میزن. حالا اون بدبختم فکر کنم ایرانی اونجاست. خدا نکنه جنگی بین ایران و چیز دیگه، بعد این مدل ویدیوها میاد بیرون، صدای ایرانی میشنویم، فارسی صحبت میکنن، خیلی ناجوره. دعا نکنی جنگ بشه، جنگ واقعا چیز خانمانسوزیه. زن، بچه، جوون، مرد، کسایی که بیگناهن، هیچ ربطی به جنگ ندارن، از بین میرن. ویدیو بعدی رفقا، اینجا یه دختره که انگار با موجودات ماورایی یا همون توی عالم بچگیش با خرزوخان در ارتباطه. مامانش ازش میپرسه، ترسیده، یه چیزی رو داره تجربه میکنه، چیزی عجیب. صدا، خب زنی که اینا گذاشتی تو اتاق، منم باشم سکته میکنم، چی آخه؟ میگه میشه به مامان بگی؟ مامان کم عقلی داری میدونم. چیه اون گذاشتی تو اتاق، همه چیشم بیرونه، شورت تنش کنه غلکن، بچه کپ کرد، بچه واقعا این خارجی ها رو کلشون رو بکنی تو نکنی در رو با میکنی. یکی دیگه هم اینجاست. خب اینا انگار یه جسم میبینن که برن توش، عاشق جسمن، برای عاشق زندگی کردنن. یه همه چی خوبه، همه چی درسته، نکنی یه چی میشه. آره خوبه اینه که شلوار تنشه، نکنی. وای یه من ترسیدم مامان. مامانت احمقه. ویدیوی بعدی یه موضوعیه، چند مدتی ذهنمو درگیر کرد. یکی میگو حتی از یک دعانویس تازه کارم بپرسی این قسمتی که رو تراول های 50,000 تومانی نوشته شده، این تلسم دهانبنده، تو خونه هاتون نداشته باشی. عجیبه، نمیدونم اینه، من تایید نمی کنم بهشون. الله اعلم. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. برای هفته دیگه هم حتما اگه بتونم 2-3 تا براتون ویدیو حتما میذارم. اگه اوکی باشم و حالم خوب باشه حتما براتون دوباره جستجو میرم، ولی خب نه مثل قبل انقدر دیگه کله خربازی در نمیارم، سعی میکنم یکی از شماها رو با خودم ببرم. اگه دوست دارید توی این قرعه کشی سابسکرایب شرکت کنید برای اینکه برسیم به 100,000 تا، این توی کامنت ها کاملشو میذارم. بعد این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و یک نفر از دوستاتون بیاد ریپلای بزنه و اونم کانال رو سابسکرایب کرده باشه. کار خاصی نیست، به خانوادتون یا یکی از دوستاتون کانال رو معرفی میکنید، فکر میکنید که دوست داره، ماورا رو دوست داره، کانال رو معرفی میکنید و میاد زیر کامنتتون ریپلای میکنه. خودتون دوباره ریپلای کنید اونجوری نمیشه، باید حتما یه اکانت دیگه باشه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. من پویا هستم و تا دیداری دیگه، بدرود.